کشورهای G20 حدود 60% جمعیت جهان را تشکیل می دهند. این کشورها مسئول حدود 80% بازده اقتصادی جهانی و 75% صادرات جهانی هستند. این گروه در سال 1999 در پی بحران مالی آسیایی بنیان گذاشته شد. هدف ابتدایی آن گرد آوردن وزرای مالیه و رهبران بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ صنعتی و در حال توسعه بود تا به این بحران و سایر مشکلاتی که اقتصاد جهان با آن مواجه بود پاسخ ارائه شود. یکی از بزرگترین کامیابی G20 پاسخ سریع آن به بحران مالی 2008 جهانی بود. کشورهای عضو برای به حرکت آوردن مجدد اقتصاد جهان روی اقدامات مصرفی به ارزش 4 تریلیارد دلار، حذف موانع تجارتی و تطبیق اصلاحات عمده توافق کردند. ریاست این نشست دوره‌ای بوده و همساله یک کشور از مناطق مختلف جهان به آن انتخاب می شود. هند نشست سال 2023 را ماه سپتامبر در دهلی جدید میزبانی خواهد کرد. برازیل نشست 2024 را میزبانی می کند. هدف از هر نشست از تمامی اشتراک کنندگان این است که اعلامیه مشترکی را صادر کرده و اعضای آن را به اقدام متحد سازد. با آن هم اعلامیه از لحاظ حقوقی الزام آور نیست. در جریان ریاست امسال، هند 200 نشست مرتبط با G20 را در 50 شهر این کشور برگزار خواهد کرد. یکی از بزرگترین اولویت برای هند در نشست امسال رسیدگی به نیازمندی‌های کشورهای در حال توسعه خواهد بود. از احیای اقتصادی گرفته تا عدالت اقلیمی و دسترسی به واکسین کووید 19. اما حتی اگر هند بخواهد تمرکز را بر توسعه نگه دارد، این امر ممکن تحت شعاع جنگ روسیه علیه اوکراین قرار گیرد. در حالی که وزیر خارجه هند تاکید دارد که میخواهد G20 را از جنگ روسیه جدا نگه دارد، این تنش از قبل بر چندین نشست سال جاری G20 چیره شده است. کشورهای غربی موجی از تعزیرات را بر روسیه وضع کرده و به اوکراین حمایت مالی بیشتر فراهم کردند. در حالی که کشورهای رو به توسعه مانند هند در ابراز انتقاد خاموشی اختیار کردن. برخی از سیاست‌های جالب G20 در حاشیه این نشست‌ها صورت می‌گیرد. مثلا در نشست سال 2017 در هامبورگ آلمان، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بار نخست ملاقات کرد. در نشست سال 2022 برای نخستین بار جو بایدن با شی جین پینگ ملاقات رو در رو داشت.